در شورای جمعیت ورزشی دینامو وزارت کارهای داخلی گوشتین یونان و رومی عمل میکند که اکثرت دلبختگانش را کودکان و نورسان تشکیل میدهد و شورای مذکور از ورزشگران نورس افتخار دارد چرا که این نوع ورزش در موجود خود توانسته تا چندین پهلوانان با استعداد را تربیت نماید البته فعالیت نظرس آنها قبل از همه در مسابقه های 108 بلند انیخترش بیرون از مرز وطن برالو مشاهده می شود. قهرمان برنامه نوبتی همون قربانشاه کانالیف اعضای محفل گوشتین یونان و رومی است. این حال قربانشاه 11 سال دارد. اما با وجود خردسالیش امکان پیدا کرده است که بارها پرچم ملت را در بین دیگر خلقهای گوناگون زبان پرتفشانی نماید. این خیلی عجیب می نماید. همین طور نبینندگان گرامی. اما این حقیقت است. از خردسالی بسیار چکون بود. بسیار حرکت میکرد و بسیارتر به ورزش شوق و رغبت داشت. بعد که پدرم در شهر مشغول بود او به من گفت که رفته به یگان نماد ورزش مشق کن و من و مرا بچه تغییرم اومده مرا به گوشتینگ همین یونان رومی برد و من این گوشتینگ رو دیده این گوشتینگ به من معقول شد. تحلیل ها نشان می دهند که با گوشتین یونان و رومی نفران شاملند که طبیعتاً چالاک و هوشیار بوده اراده قوی دارند. زیرا گوشتین یونان و رومی فرد جسمان آب و تاب یافته را تقاضا می کند. قربانشاه باشد دارای این گونه خصوصیت ها بود. اگر چنین نمی بود اصلا با مشکلی های گوشتین تاب نمی آورد. وقت من مشغول سر کردم همین همسالای من خیلی بسیار بود. لیکن آنها نقد گوشتین نمی گرفتم. اولین بار قربان آمد در به تالار ورزشی اون رو من اهمیت دادم. اون خیلی خورد بود. سیلفی سه می خون چند می خون که بعد من اون رو اول اهمیت ندادم و پس از عقیفش نگاه کردم که خیلی اون هم بچه شوخ هست هم بچه خوب هست و دیدم لیکن خیلی کنجکاو بود. طوری که معلوم شد قربانشاه مشق و تمرین ها رو زیر رهبری مربی سبحان الدین عبدالکریموف آغاز نمود. خودی سبحان الدین عبدالکریموف در ورزش سابقه کاری دارد. نامبرده بیشتر با کودکان و نورسان سر و کار میگیرد و اندیشه میکند که باید هر یک مربی بیشتر و پیشتر به تربیت نسل نورس مشغول باشد. زیرا کودکان و نورسان تاکورسی ورزش هم. هر یک ورزشگر با خودش یک چیز دارد مثال که چمپیون المپی شدن این همین برای خودش موندگی چیز که حرکتش برای همون قواهای بلند پرچم دولت چه بلند برداشتن است. سرتا همین رو میترسیدم خیلی پای خیلی وقت نمیموندم. با معلمش زنگ میزد اپا من اکنی خیلی میگفت که کودکا استعداد خدادو دارد کودک میگد قفو میمونه. خود قربانشاه بچه شوخ طبیعت است. همین است که وی رو دیدم برابر کس بخنده میآید. اما او در انتخابش استوار است. به هر یک ایما و اشاره مربی با دقت گوش میدهد. اندیشه میکند که چقدر ورزشگر به تمرین اهمیت دهد همون اندازه مرتبهش بالا میرود. مسابقه نخستین در فعالیت ورزشگریش باشد پس از یک ماه به وقوع پیوست. یکم رقیبم قدی کوزمای کرده اون رو مغلوب کردم و دومش من رو مغلوب کرد و سپرنگ من به واخری فینالی رفته بود و به من جای سهم رو دادم. بازشم کم بود از همین درجه و چیزش نرسید قوتش نرسید و این بازشم نرسید این خیلی بچه ها که نترسی ورزشگری نازند. این هم هر کس نمیتوند بعد یک مورا و مسابقه دا اشتراک ند جای سیم گیرد. این هم یک فخری هست. گرشده برای آزرده نشدن قربانشاه مربیش تسلیم میدود اما او یک مقصد داشت
یعنی زودتر وقتی مشق فرو رسد و به اصلاح کمبودی هایش کار کند. از مسابقه اولینش نه اونقدر وقت زیاد سپری شده بود که او را باز به مسابقه فرستادند. سبقت باشد در شهر دوشنبه برگزار گردید. وقتی من از شهر سراشان برداشتم من باز مشق دو مویزگر مشق کردم و در شهر دوشنبه مسابقه گذاشته بود. من در اونجا سه رقیب داشتم، دو تاش رو مغلوب کردم و سیم رقیب من من رو مغلوب کرد و سزاوار جای سیم گشتم. خبر اومد که قربان جای سیم جو شد و من خیلی زیق شدم و گفتم ولی وای قربان خیلی زیق شده است و اوچاش خیلی زیق شد و اومدم قربان رو در تالار اون خطاگی میکرد. من هم خطاگی او رو میدیدم و میگوتم قربان اینجا این تر نمیشود این تر میشود و او مرا چون اکم دونیست و گپای مرا خوب نظر میکرد. در مسابقه آینده نیز قربانشاه مقام سیوم را صاحب شد. به همین ترس او سه مراتبه پایی هم در زینه سیوم قرار گرفت. اما هنرنمایش نسبت به سبقت پیشین بهتر بود. باید گفت قربانشاه در یک سال مشق ورزیش چهار مرتبه قواهش را در میدان سنجیده است. در سبقت نوبتی که قربانشاه شرکت ورزید چهار رقیب داشت. باز در شهر دوشنبه مسابقه گذاشته بود. من در اونجا کوزمایی کردم چهار رقیب داشتم، سه تاش رو مغلوب کردم و در فینال باز با همون رقیبم بودم و من رو افتادم استم. کمبودی از اون مثال که در یکی از وخیریوش کمتر امکانیت های وسیع خود استفاده نبرده استوده است. این ممکن از اون سبب که حالا و کودک است. همین چهار رو جدن صرفم نمیرد، برای همین ممکن کمتر بزرگتر شد این خطاگی خود رو در آینده اصلاح کردن ممکن. بعدی گذراندن چهار مسابقه قهرمانی برنامه همون دیگر به اشتباه راه نداد. نامبرده یک و یک بار در دو مسابقه شهری اشتراک کرده به گرفتن مقام اول مشرف شد. خورسندیش رو حد و کنار نبود. از آن شاد بود که به وعده‌اش وفا کرده است و روحی فتح مظفرت‌های نو به نوی ورزش رو دریافت نموده است. وقتی من سزاوار جای اول می‌گردم، پدر و مادر من خیلی خوشحال می‌شوند و مرا تبریک می‌کنند و من باز هم دلگرم می‌شوم و شوقم زیادتر می‌شود. اگر ما همین خیلی تیار کرده بریم و در مسابقه های بین المللی اشتراک کنند، نه بلکه از قربان، اینجا از سید حسین هم، از نظر و خیام هم، اینو شریف و اسماعیل هم، اینها همشون نورست و جوان هم، حال جوان، ما از اینها امیدی کلان داریم. ایدئال قربانشاه در ورزش همدستش حسین سیدف است. همون حسینی که چی در مسابقه های داخل و چی خارج کشور با مهارت والایش همگان را قائل کرده است. از این قربانشاه حسین را مربی دویم خود میپندارد. او را نه همچون مربی بلکه برادرانه احترام میکند. با ماشین به خوجان رفته ایستاده بودیم که من در آنجا خیلی گرسنه موندم و از سمکه یک رفیقم کمتر نان گرفتم خوردم و اون را دید و دویده رفت در رفیقم خبر کشی کرد وای نانی تو رو خورد وای سمکه تو رو کف و اونجا خیلی خورد بود. من وای رو هیچ نگفتم. بعد از اون وای من رو چون اکم دونست در همه جا من رو اکم گفت میگوتن این کیست؟ من هم میگوتم این دادرم است و میگوتن دادری رد نویا نگوتن دادری رد نویا. وقتی که من با تالار میویم قربان رو میبینم خیلی خوشحال میشم که اون شوخ هست همه من رو میخندم. نخستین مسابقه در فعالیت ورزشگری قربانشاه بیرون از مرز وطن در شهر سنگ پترزبورگ رخ داد. مسابقه که به شکل عنعنوی گذرانده می شود با استثنای میزبانان اینچنین دسته ها از آسیای مرکزی را نیز جمع آورد. در مسابقه دسته نورسان جمهوری از خود تأثیرات خوب باقی گذاشتند. قربانشاه هم به صف جایزه‌داران شامل بود.
اولین باری که من از تاجیکستان بیرون رفتم، من رفتم با 5 رقیبم کوزمای کردم، 4 تاش رو مغلوب کردم و در رخره فینالی من مغلوب شدم و سزاوار جای دوم گشتم و خیلی خوشحال هستم. در سنک پترزبورگ هم 2 کیلو وزنش نرسیده بود، ما اینه 29 کیلو دم آدهیم، 27 کیلو بود. همونجا قوتش بچه را نرسید، با حساب 2 خول می 1 خول نرسید بای دو. وقتی که مربیش با او باور کند و با جای دور برد، منم چرا باور نمیکنم؟ منم باوری داشتم که فرزند من جای جو میگیرد. اشتراک در مسابقه بین المللی برای قربان‌شاه خاتمه نیافته بود، چون که بعد شهر سنت پترزبورگ ورزشکاران نوروز جهت شرکت در سبقت دیگری بین المللی به شهر زلنوگراد فدراسیون روسیه سفر برگردیدم. قربان‌شاه این دفعه هم مسئولین را ناامید نکرد. در آنجا من 5 رقیب داشتم، 4 تاش رو مغلوب کردم و در فینال من با میرزارجب و فیروز کوزمایی کردم که وای با من در یک تالار مش میکند و او مرا مغلوب کرد و من سزاوار جای دوم گشتم. دیدم که قربان خورسند نشد و من خورسند نشدم که آن دوستی من نباشد. همین گوشتین که قربان از خاطرم آنه میبراید که با در شهر زلنگراد رقیبانش از خودش همهش یک کلا بالا بودن و قربان آنها رو با حساب 7-0 میزد و همه روسا دست دادم در قربان که این خورد است و من نگویم این کنالیف قربان شد 12 سال دارد و وای ها باور نمیکنند، نگویم نه این 12 سال ندارد. بعد بازگشت از فدراسیون روسیه قهرمان برنامه‌مون مسابقه های داخل رو با سر بلند انجام داد و او به خوبی درک نمود که اشتراک منتظم در مسابقه های بیرون از مرز وطن به ورزشکار هم از جهت تکنیک و تاکتیک تاثیر مثبت میرساند. در حال حاضر قربان‌شاه در وزن 29 کیلوگرم هنرنمایی میکند. به گفته مسئولین در این وزن داوطلبان کم نیستند، اما قربان‌شاه رو رقم 1 می حسابند. یگم آدمی سست یکمش که در مسابقه برآمد نمیکنه، هر یک ورزشگر مسابقه برآمد میکنه بالای قالین میبره و نیت بریدن داره، یکمش آدمی ترسونچک مسابقه برآمد نمیکنه. اون اگر همه خرافتان گیرد در مسابقه، مثال در المپیاد ها ممکن است که پرچم جمهوری تاجیکستان را در صف اول بردارد. چون در مسابقه ها سزاوار مقام افتخاری اول گردید، مسئولین به خلاصه آمدند که میباید هم اشتراک منتظم او را در سبقت سطحش بلند روح اندازی نمایند. مسابقه نوبتی بین المللی باشد در جمهوری همسایه قرقیزستان گذشت. قربان‌شاه باشد از پیشتر دیده خوبتر و بهتر قوا آزمایی کرد. در دولت قرقیزستان مسابقه گذاشته بود که من در اونجا با 5 رقیب کوزمایی کردم، 1 تاش رو مغلوب کردم و دوم رقیبم خیلی سخت بود و او مرا قریب با 4 خول
قریب عمرو معلوم کرد در همین 7 سکوند مونده بود که من با او حوصله بدرو کرده او رو توش موندم و باز من با سرکیب کزمو کردم و سزاوار جا اول گشتم. طوری که معلوم شد در سال گذشته ورزشگران تاجیک در چند مسابقه مختلف بین المللی اشتراک کرده سزاوار 24 مدال طلو، 12 نشان نقره و 14 جایزه برنزی گشتند که شماره مدال ها در مقایسه با دو سال اخیر بیشتر است. نکته نماند که اکثرت مدال ها رو نورسان به دست آوردند. من در بسیار مسابقه اصول سری کیفت رو استفاده می بردم گذر باشد بسیارتر حصول پرگیب را استفاده می برم. همین تغییراتی که بعد از بازی های اولمپیک در فدراسیون گشتین یونان و رومی جوری شد ورزشگران ما نیز علاقه تیار بودند برای اون که ما بسیارتر پیشتر از این در پارتر گشتین می گرفتند. حاضر در این زمان همه را در روز استودن افضلیت در اون که فقط پرتوفتن با هر گونه اسلوب ها به پیش میبرد. ما حاضر همین قویده را قبول کرده و در تمام جمهور پرتوفتن با اسلوب روز استودن بسیارتر استفاده برده استودهیم. اول ماه سال 2014 برای قربانشاه با برار خاتمه یافت، چون که او در مسابقه کشوده گشتین یونان و رومی که با تشبث کلوب پهلوانی در مکتب تحصیلات میونه عمومی رقم 49 شهر دوشنبه برگزار گردید شرکت ورزید. در بخور فینالی قربان به رقیبش هیچ امکانیت نداده پیش از مهلت به گرفتن جای اول نائل گردید. ما میدونستم که کسی در همین مسابقه که در شهر دوشنبه گذاشته بود در مکتبی 49 گذاشته بود کسی سزاوار جای اول گردد او را به ازبکستان میبرم و من خوشبختانه در این مسابقه سزاوار جای اول گشتم و به ازبکستان سفر کردم. من خیال میکنم که قربانشاه خیلی پس از اون به شهر سن پیتربورگ رفت آمد خیلی گشتنگش دیگر شد و سپنیکاش رو که باید از او میزد اون رو به حساب 7 بر 0 میزند و رقیبایی که قربان رو مغلوب میکردن قربان اونها رو مغلوب میکنند. مسابقه مذکور برای قربانشاه و همدسته‌هایش مرحله آمادگی به سبقت مینبعده محسوب یافت. مسابقه آینده باشد در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان برگزار گردید. اشک شادی بود، اشک غم هم بود. اشک غم اساسا اشک غم بسیار در تاشکند شد که اون بسیار در اونجا زیغ بود و مادرش همین قدر دلبردارش به تلفن میکرد که بچه هم زیغ نشه و هیچ غم نه باز میوی مشق تمرین زیاد میکنی همش رو مغلوم میکنی، اما او خیلی زیغ بود. بلکه ما 4-5 کس رفت بودیم، 4 کسی ما یکم جا شدیم و قربان زیغ و آخری فینالی رو شکست داد. من باوری داشتم که رقیبم رو مغلوب میکنم و با او با حصول کرس در اومدم و قید او خیلی دروز بود و اما را با همین حصول پرگیب مرا زده من نرم همین حصول پرگیب خطایی کردم. سبقت بین المللی در شهر تاشکند ماه ینور سال جاری گذشت. از این رو برای قربانشاه بیش از یک ماه دیگر وقت مونده بود تا با مسابقه آینده باز تیاری بیند، چون که آنها را در آخر ماه مارس سال روان دو مسابقه بین المللی عنعنوی در شهرهای سن پیتربورگ و مسکو منتظر بود. هیئت مکمل دسته یکچین نورسان به سوی پیروزی‌های نوبتی راه پیش گرفتند. در شهر سن پیتربورگ اولین رقیب من از دولت بلاروسیا بود، من با اون کزمه کرده او رو مغلوب کردم. دومین رقیب من از دولت قزاقستان بود، من او رو هم مغلوب کردم. سوم رقیبم از شهر سن پیتربورگ بود، من او رو هم مغلوب کردم و در وخری فینالی با ورزشگر سن پیتربورگ با ورزشگر مسکو کزمه کرده او رو مغلوب کردم.
کمبودی همه وقت میشد کم 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 همین کمبودی باشد که ترنر رو کار میکنه اون کمبودی هست های خوب های به کمبودی نمیشه چمپیون اولیمپیای وای کمبودی داره وای بو بیشتر های کمبودی هاشون اولی اینو اولی خوردانیشون بعد انجام یافتن مسابقه در شهر سن پترزبورگ ورزشگران نوروز در دیگر سبقات که در شهر مسکو صورت گرفت هنرنمایی کردند قربان شو که در مسابقه پیشتر عنوان قهرمانی را صاحب گردید در اینجا هم نتیجه قبلی را تکرار کرد در شهر مسکو اولین رقیب من از دولت بلاروسیا بود من او را مغلوب کردم دوم رقیبم از شهر سن پترزبورگ بود من او را هم مغلوب کردم و سومین رقیب من بازم از بلاروسیا بود او را هم مغلوب کردم بسیار تکنیک دادن انا فعال تر است نغز است از جهت که تکنیکش نغز است فعال تر است اما وقت برد میکنه من میخوام قربان همه وقت افتخاری ملت باشم همان روزی که ما هیئت اجرایی برنامه باید با قربان کونالیف هم صحبت میشدیم با تشبث شورای جمعیت ورزشی دینامو وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان مسابقه کشوده برگزار گردید و قهرمان برنامه مون در سبقت اشتراک کرد از این لحاظ ما را لازم آمد طرف مسابقه را به نوار بگیریم و از قوه آزمایی قربان شو از نزدیک آشنایی پیدا کنیم برای ما از همه عجیب واقعه فینالی بود که قربانشو با مراد یوسوپوف از دسته شهر استراوشان رقابت نمود و مهارت والایش ما را نیز قائل کرد. خواست که مرا با حسول نیروک دارد و من نموندم و از میان و دستش کپیده با حسول بدرو زدم و من به من دو خول دادم و من یک بودگر نکرد کردم و بعد من با حسول مهنیچه او را مغلوب کردم در اینجا قربان وزنش 29 کیلو بود تیاریش نغز بود ما نو از دو مسابقه بین المللی اومده بودیم به نهایت تیاریش نغز بود اینجا در به یکم مشکلیت 8-9 بورید مسابقه مذکور برای قربان شو در سال 2014 آخری نیست زیرا مربی او در آینده تصمیم گرفته است که شاگردانش را به سبقت بین المللی جمهوری اسلامی ایران که همه ساله بخشیده به روز حفظ کودکان دایر میگردد سفربر نماید این حال از مشق و تمرین های قربانشو در رشته گوشتی یونان و رومی 4 سال پر شد و بجوده ورزش او رو پدرش دوران کونالیف تلقین کرده است خواستیم با پدرش هم صحبت شویم ولی با سبب کمی رنجور بودنش از صحبت خودداری کرد و تنها همین رو قید نمود که قربان ادامه دهنده کسب بابایش است زیرا گذشتگانش پهلوان بودند در آینده می خواهم که بچه‌ام یگون سای هیلما پیش گیده و یگون متخصصی زمانوی شود. در آن دام میخوام که همین مربی گوشتین یونان رومی شوم و شاگرد تیار کنم و شاگردان من در مسابقات بین‌المللی شرکت کنم و سزاوار جای اول گردم.